بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. در حضور عزیزان گرامی هستیم با ادامه مجلس ثانی از مجالس سبعه حضرت مولانا، قسمت اخیرش که فرمود قرأ المقری، مقری خواند، بیاری مقری سلاسل جلاجل اجزای عاشقان را به الهان قرآن بجنبان، بگو که بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الاله مسبب الاسباب لعباده و مفتح الابواب. معنیش این هست که بسم الاله، به اسم اله، به اسم حضرت اله، حضرت خداوند، مسبب الاسباب، کسی است که مسبب الاسباب است، یعنی تمامی سبب ها را سبب سازی می کند. عالم عالم علت و معلول است و خداوند علت العلل است و علت همه معلولات. مسبب الاسباب لعباده، یعنی خداوند برای بندگانش مسبب الاسباب است و بندگانش رو با عنایات خود می نوازد و مفتح الابواب و باز کننده درهاست. مفتح از فتح هم میاد، فتح یعنی باز کننده، ابواب هم جمع باب است به معنای در. و رضیت به رحمان ربی محسنن فهو الذی یعطی بغیر حسابی و رجوت مغفرت الرحیم المرتجا عند الذنوب القافر التوابی. و فرمود که و راضی شدم، رضیت و راضی شدم به رحمان ربی، به اینکه رحمان ربم باشد، رحمان خدایم باشد، محسنن در حالی که او احسان می کند به من، فهو الذی یعطی بغیر حسابی، پس هو او خداوند رحمان، الذی کسی است که یعطی عطا می کند بغیر حساب، بدون حساب می دهد. خب ما وقتی می خواهیم چیزی را به کسی بدهیم حساب کتاب می کنیم، هزار بار ازش کم می کنیم نهایتاً آن را بهش می دهیم، اما خداوند به غیر حساب می دهد و حساب نمی کند که کم است، زیاد است، بدون حساب از سر و رویش می ریزد. و رجوت و مغفرت الرحیم المرتجا، و رجوت و رجا یعنی امیدواری، و رجوت و از رجوه بوده است، یعنی من امیدوار شدم مغفرت الرحیم المرتجا، امیدوار به مغفرت و غفران و بخشش آن رحیمی شدم که مرتجا هست. مرتجا همان از رجوه هست و رفته باب افتعال ارتجا و که شده ارتجا، یرتجی، ارتجا، ارتجا و مرتجی، یعنی کسی که رجا دارد، رجا یعنی امید. پس هم رجوه به معنای امید است، هم مرتجا به معنای کسی که امید به او داده شده است. و امید دارم به مغفرت رحیمی که امید از او می رود و گفتن که باید به او ارتجا داشت، به او امیدوار بود، غیر از خدا نباید به کسی دیگری امیدوار بود، چون که نشان داده است کار جهان که هیچ کس غیر از خداوند قابل اعتماد نیست و قابل امید نیست. و هر کسی که انسان امید می‌بندد در روز سختی و در روز اصلی می‌بینید که نیست یا آنچنان که باید نیست، ولی خداوند کسی است که همیشه امیدها به سوی اوست و غیر از او نبایستی به کسی دیگری امید بست، چرا که امیدواری به دیگری همان شرک خفی است، شرک مخفی است که انسان
به دیگری امیدوار باشد به جای خداوند. و رجوت و مغفرت الرحیم المرتجع. حالا در مورد مغفرت که حتما چنین است، چون خدا فقط میتواند ما را ببخشاید و امیدوار شدم به مغفرت و بخشایش آن رحیم بسیار رحم کننده مرتجا که به او امید می رود. عند الذنوب، هنگام گناهان، نزد گناهان، وقتی با گناه نزد او رفتم، الغافر التواب، آن غافر بخشنده و آن بسیار توبه پذیرنده و قبول برگشت کننده هست. و همین که تواب است، راجب آن سخن گفته ایم قبلا که تواب به این معناست که خداوند برمیگردد، نه اینکه فقط قبول توبه میکند. تواب در اصل کلمه، تواب کسی که فراوان برمیگردد، تاب یتوب و فعال بر وزن صیغه مبالغه هست، بر وزن اینکه خدا برمیگردد. و بارها عرض کردیم که توبه از جانب خداوند آغاز می شود، اصلا همه چیز از جانب خداوند آغاز می شود و توبه از آن مهمتر است و از جانب خداوند آغاز می شود و کسی نمی تواند بدون اینکه خداوند توبه کند توبه کند. اول خدا توبه می کند به سوی بندش، به سوی بندش بر می گردد، پس از آن است که بنده امکان پیدا می کند که به سوی خدا برگردد، وگرنه حالت متعادلش ممکن نیست. چرا یک عده‌ای نمیتوانند توبه کنند؟ دقیقا دلیلش همین است. چرا میخواهند توبه کنند ولی نمیتوانند؟ از کارهای زشتشان چرا نمیتوانند توبه کنند برگردند؟ دلیلش روشن است، خدا نمیخواهد که اینها برگردند. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا خود فرمود که خدا میبخشد همه گناهان را، هر چه هست خدا میبخشد، غیر از خدا کسی نیست که بتواند ببخشد. بنابراین آن توبه را هم خداوند در درون وجود انسان قرار میدهد، وگرنه توبه ممکن نیست. و رجوت و مغفرت الرحیم المرتجا عند الذنوب الغافر التواب. من از الغافر التواب بخوانیم، از چه کسی نزد گناهانم امیدوار هستم؟ الغافر التواب، از خداوند که غافر است، بخشنده است و بسیار توبه کننده است، بسیار به سوی بندش برگردنده است. ای عمر به باد داده مستی، تا چند از این هوا پرستی؟ مستی که اینقدر عمرت رو بیهوده به هدر میدهی، تا چند از این هوا پرستی؟ درهای جفا همه گشادی، درهای وفا همه ببستی. چه شده که لااقل یک در وفا باز میکنی، یک در جفا باز میکنی، یک در وفا هم باز کن؟ چه شده از که همش داری جفا میکنی؟ درهای جفا همه گشادی. ای انسان که به خدا جفا میکنی، ستم میکنی، درهای جفا را همه را باز کردی، درهای وفا همه ببستی. در برابر در وفا رو، وفاداری رو بسته ای، ستم میکنی به خدا و به خودت و درهای وفا را میبندی. عهدی که خدای با تو بسته است، آن عهد خدای را شکستی. خدا با تو عهد بسته بود، تو هم گفتی قالو بلا شهدنا، اما آن عهد رو آمدی و شکستی، آن عهد خدای را شکستی. شاید ما بتوانیم عهدهای دیگر را بشکنیم و چندان برای ما تأثیر نداشته باشد، اما عهد خدای را شکستن تاوان بسیار عظیمی دارد. پیوسته چرا کنی شکایت از رنج و عنا و تنگ دستی؟ از رنج، از عنا هم به معنای رنج شدید است، و تنگ دستی و از بیچارگی، از فقر، چرا شکایت میکنی؟ چرا؟ خب معلوم است قرآن فرمود که من اعرض عن ذکری فان له معیشة زنکا، هر کس
از یاد من دوری کند برای او روزی سختی خواهد بود، معیشتش سخت خواهد بود. هر کس از یاد خدا دور شود کار زندگیش سخت خواهد بود. حسرت چه خوری نداردت سود گر نیست شوی به رنج هستی. حسرت فایده ای ندارد اگر با رنج هستی نیست شوی، فایده ندارد. یعنی این که اگر بخواهی که رنج هستی از تو رخت بربندد، بایستی روی به عشق بیاوری، وگرنه راه و چاه دیگری وجود ندارد. بسم الله نام آن ملکی است که، یعنی الله نام آن ملکی است که رستگاری بندگان در رضای اوست. جالب است که مولانا اینجا الله رو میدانیم که الله نام خداوند است، ولی ایشان میگه بسم الله نام خدا هست. بسم الله نام آن ملکی است که رستگاری بندگان در رضای او. چرا فرمود بسم الله؟ نکته ظریفی است. میدانید که الله خود اسم دیگه، یک اسم است که ما قرار داده ایم، با حقیقت و هویت حضرت الله متفاوت است. ما اسمی است که به آن داده ایم، یعنی در حقیقت الله، لفظ الله تجلی ذات الهیت است. تجلی هم همان اسم است، همه اسامی تجلی هستند. ما چیزی را که حقیقتی دارد برای او اسمهایی در نظر میگیریم، عنوانهایی برای آنها تعریف میکنیم. خب اسمی که الله دارد در حقیقت تجلی الله است. این خود لفظ الله تجلی وجود حقیقی خداوند است، یعنی خود لفظ الله اسم اصل الله است، اسم ذات الله است. و صفت الله باز هم صفت و اسم ذات الله است. حال وقتی میگوییم بسم الله، بسم الله یعنی اسم الله هم اسم ذات الله است. وقتی خود الله اسم ذات الله شد، اسم بسم الله میشود اسم ذات الله. و همینطور هست. آیا خود این حقیقت دارد؟ یعنی بسم الله خود هویت مستقلی دارد؟ نه، آن هم اسم الله هست. و اگر پیشتر برویم باز هم آن هم اسم الله هست و همچنین. بنابراین همه چیز به شکل متناوب اسم الله محسوب می شود، چون همه چیز تجلی الهی است. به خاطر همین است که مولانا می فرماید بسم الله نام خداست. بله، اسم الله می شود بسم الله، همچنان که اسم الله می شود همین اللهی که ما اون رو در لفظ به کار می بریم. چرا که اسم ذات الله است، نه اسم صفات یا اسم الله. بسم الله نام آن ملکی است که رستگاری بندگان در رضای اوست. هر که را عزی است از فیض فضل اوست، هر که را ذلی است از کمال عدل اوست. بقای عالمیان به مشیت اوست، فنای آدمیان به ارادت اوست. خب روشن دیگه بحثش، هر کس عزتمند است، عزیز است، بخواب به واسطه فیض فضل الهی عزیز شده است. هر کس ذلیل است، از عدل اوست که ذلیل کرده است او رو. و بقای عالمیان به مشیت اوست، او مشیت میکند، تمشیت میکند تمامی امور عالم رو. بقای جهان به مشیت اوست، به تمشیت اوست. مشیت از مش میاد، مش یعنی راه رفتن، مشیت یعنی میگن مشیت فلانی چنین و چنان است، یعنی اینکه
آن روش و راهی که معین شده است. مشیت هم از آن خداوند است. مشیت رو جز خداوند نمیداند. خدا میداند که من چه جور قدم برخواهم داشت، چه خواهم کرد، در جزئیات و در کلیات. فنای آدمیان به ارادت اوست. او اراده کند آدمیان فنا میشوند. مشیتش بر بقای عالمیان تعلق بگیرد. همه عالمیان، همه جهانیان، هر چه در جهان هست بقا پیدا می کند. مشیتش تعلق نگیرد فانی می شود. هر لحظه اگر مشیت الهی تعلق نگیرد، چون انسان و جهان هر لحظه می میرد و زنده می شود، وقتی که مرد اگر مشیت الهی تعلق نگیرد، دوباره حیات به او تعلق نخواهد گرفت و مرده باقی خواهد ماند. بنابراین مشیت الهی همین است که بقای جهانیان به او استوار است. هر کجا عزیزی است آراسته خلعت کرم. هر کس عزیز حقیقی است، عزتی دارد، نه عزتی که مردم میدهند و بعد از مدتی میستانند. به عزتهای مردم و به عزیز داشتنهای مردم توجه نکنیم. این مردم کسی را که با آنها موافق باشد عزیز می‌دارند. این مردم کسانی هستند که اگر باهاشون موافقت بکنی در افکارشان با شما همراهند. اما آن از روزی که با اینها مخالفت کنی، با افکارشان مخالفت کنی، آن وقت تو بدترین انسان‌ها خواهی. این مردم عوام چنینن. اگر کارهای همه کارهایشان را موافقت کنی، با تو همراهند، با تو یکسانند. اگر آنها هرچه میگویند انجام دهی، با تو خوبند و نزدیکند. اما از روزی که کاری به شما بگویند شما انجام ندهی، آن وقت دیگه از چشم مردم میفتی. و مشکل اینجاست که مردم هم یک سو ندارند. آدم بیاید و به حرف همه مردم گوش کند، خب اشکالی ندارد. مشکل اینجاست که همه مردم به یک گونه و به یک شکل فکر نمی کنن. اگر به حرف این گوش کردی باید با او مخالفت کنی، اگر با او مخالفت کردی با این باید موافقت کنی. خب چون این نمی شود. بنابراین خیلی به عزت مردم و عزت انسان ها نباید توجه کرد. انسان ای کاش در نزد مردم ذلیل باشد، حقیر باشد، پست باشد، اما در نزد خداوند عزیز باشد. ولی غالب انسان ها برعکس، چون احتیاج به دوست داشته شدن دارن، غالب انسان ها عزت خلق رو، عزت در میان خلق رو بر عزت در نزد خداوند ترجیح می دهن. هر کجا عزیزیست آراسته خلعت کرم اوست. او با کرمش خلعت داد. خلعت دادن لباس خیلی زیبا و فاخری بود که پادشاهان به کسانی که تأییدشان می‌کردن بزرگان می‌دادند. می‌فرماید این کرم الهی، لطف الهی، خلعتی است که بر دوش انسان‌های عزیز، عزیز واقعی نهاده است. هر کجا ذلیلی است خسته قهر اوست. هر کس که ذلیل است، او ذلیل مردان حق و راه حق و حقیقت است، خسته قهر اوست، مریض است. خسته یعنی مریض، مریض قهر و خشم و عظمت اوست. از زیر زنار باریک که بر میان بیگانگان بسته است این آواز می آید که و هو العزیز القدیر. زنار آن کمربندی بود، کمربند نازکی بود که مسیحیان و یهودیان بر کمر می‌بستند تا از مسلمانان ممتاز شوند. حالی بعضن مسلمانان اونها رو اجبار می‌کردن، گاه خودشان این اجبار رو برای خودشان به وجود می‌آوردن. می‌فرماید از زیر زنار باری که بر میان یعنی کمر که بر میان بیگانگان بسته است این آواز می آید که و هو العزیز القدیر، و اوست که عزیز است و قادر است. مولانا اینها رو کی می گوید؟ زمانی که جنگ های صلیبی وجود دارد و مسیحیان مسلمانان رو می کشند. در اینجاست که
یعنی آن عزتی که میخواهد در سخنان مولانا حال و هوای اون روزها اثر گذاشته است و مولانا میبیند که دارند جنگی است و جنگ های صلیبی هست و مولانا هم به آن جنگ ها خیلی نزدیک است، در روم قدیم و در آن حوالی بوده است. مولانا این جنگ ها رو به حسابی نمی آورد، اما دوست دارد که عزت الله را ببیند. میگوید از این زناری که این کافران حربی بسته اند، از این زنار از زیر آن این آواز می آید که هو العزیز القدیر، خداست که غلبه می کند، شما هر چه می خواهید باشید، هر چقدر می خواهید مسلمانان را بکشید، ولی اوست که عزیز است و قدیر است، قادر است، توانا است که اولیای خود را نگه دارد. از ریشه تیلسان که بر کتف عارفان افکنده است این آواز می آید که و هو اللطیف الخبیر. تیلسان هم معمولا چیزی بود که مسیحیان بر دوش می انداختن، پارچه هایی که الان هم معمول است اسقف ها و کاردینال ها و پاپ ها همکنون هم بر دوششان می اندازن پارچه های رنگی، به آن می گوین تیلسان، که به هر حال موجب عزت و عظمت آنها بوده است. می فرماید از ریشه تیلسان که بر کتف عارفان افکنده است، چون تیلسان مسیحی است، معمولا در مورد مسیحیان است. مولانا اینجا آنها رو هم بیان میکند که آنهای هم که مسیحی هستند باز زنارشان میگوید هو العزیز القدیر، و حتی تیلسانشان هم میگوید خدا هست و بر کتف عارفان است و هو اللطیف الخبیر. در مورد آنها عزیز القدیر رو به کار برد، در مورد این انسان ها لطیف الخبیر. لطیف بسیار لطف کننده، خبیر بسیار آگاه و خبره. بسم الله آن نامی است که بلقیس را در عهد سلیمان از دست تلبیس ابلیس باز ستد. خب قصه بلقیس رو جلسه قبل گفتیم، ادامه دارد. در عهد سلیمان از دست تلبیس ابلیس، ابلیس همان شیطان، و تلبیس یعنی لباس پوشاندن غیر حق به کس دیگری. تلبیس ابلیس ترکیب مشهوری است، حتی کتابی هست به این نام، به نام تلبیس ابلیس، کتاب مشهوری هم هست. یعنی اینکه ابن جوزی این رو نوشته، علیه صوفیان نوشته است و علیه عرفا نوشته است، تلبیس ابلیس. کتاب های فراوانی با نام تلبیس ابلیس هست که حال اینجا وقتش نیست که ما به آنها بپردازیم. تلبیس ابلیس یعنی اینکه ابلیس می آید و لباس حق رو بر باطل می پوشاند و لباس باطل رو بر حق می پوشاند. کارش این گونه هست. سلیمان چون بشنید که بلقیس در شهر سبع خلقی را مسخر خود کرده است، تسخیر کرده است. پادشاه سبع بود دیگه، سبع یا سبع، و از راه حق به باطل میبرد. چون اینها توحیدی نبودند، موحد نبودند، اینها گویا خورشید پرست بودند. و تاریخی که الان هست و تاریخ اهل سبع را هم اگر ببینید که حدود 900 سال در سرزمین یمن اینها در حقیقت پادشاهی کرده اند و تمدن بزرگی هم داشتند. سد معارب یا سد معرب بود که آن سد موجب آبادانی آن بود. آن سد یک روز می شکند و سیل می آید و تمامی خانه های آنها را می برد و تمدن بزرگ سبعیان و سبعیان به افول می گراید. و حدود 100-150 سال قبل از میلاد گویا به پایان می رسد ملکه آن سبائیان و حکومت مشهور سبائیان. خب فرمود که
سلیمان چون بشنید که بلقیس در شهر سبا خلقی را مسخر خود کرده است و از راه حق به باطل میبرد، نامه‌ای بنوشت در دو انگشت خط که انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. خب این از قرآن هست که قرآن فرمود که نامه نوشت انه من سلیمان، همانا این از سلیمان است، خودش رو معرفی کرد در نامه و انه بسم الله الرحمن الرحیم. میدانی که در سوره نمل هست و این یک بسم الله الرحمن الرحیم کامل در متن قرآن فقط در سوره نمل وجود دارد. نمل بنای مورچه و در حقیقت چون ایتها النمله که قصهش هست دیگر، شما حتما میدانید که حضرت سلیمان که صدای حیوانات رو میشنید و میفهمید که چه میگوید، روزی با لشکر عظیمش داشت میرفت، یک دفعه یک موری آنچنان که در قرآن آمده است صدا کرد لا یحتمن نکم سلیمانو و جنودهو، مراقب باشید، ادخلو مساکن نکم، داخل مسکنهاتون بشید. فرمانده آن مورچه ها به مورچه های دیگه گفت که داخل مسکن هاتون بشین. اینها قومی هستن که نمیفهمن، اینها میان پا میذارن روی شما و شما رو از هستی ساقط میکنن. بروید مساکنتان، بروید خانه هایتان داخل که زیر دست و پای جنود سلیمان به هر حال کشته نشوید. سلیمان رو میشنود و به هر حال بهش بر میخوره که یک مورچه دارد به من دستور میدهد و با من اینگونه به کنایه سخن میگوید. لا یحتمن نکم، یحتمن نکم حتم یعنی با های حدی و تای معلف، یعنی انسان برود بدون توجه، برود یک کاری را انجام بدهد که آن کار شنیع باشد، کار نامناسب باشد. وقتی که میگوید که زیر پای اینها له میشوید، حضرت سلیمان بر میخورد به او و میگوید خدایا این چگونه است؟ این ملک عظیم و این شرایطی که هست، نهایتا روایت ها هست که میخواهد او را مجازات کند که میگوید اون مورچه رو بیارید ببینم این چه حرفی بود زد، چرا چون این سخنی گفت، مورچه رو چه به ملک سلیمان. و او هم پای ملخی را به عنوان هدیه می آورد پیش سلیمان که ای سلیمان بیا من بهترین پای ملخی که در جهان هست رو برای شما آوردم. همان که هدیه مور و پای ملخ و سلیمانی که در ادبیات ما بسیار مشهور است، مانند آن کلاف پیرزنی که رفت برای خریدن حضرت یوسف و دیگران، این مطرح شده است و در لسان عرفا بسیار به این توجه می کنند و می گویند که این عبادت هایی که ما داریم نزد خداوند مانند همان پای ملخی است که در نزد پیشگاه سلیمان می بریم. و مشهور است که و گفتند، قصه هست که مولانا هم این رو در مثنوی به وسعت بیان کرده، از حدود 60-70 بیت راجع به این سخن میگوید. میگوید وقتی که تعبیر مولاناست در مثنوی، میفرماید که وقتی که آمدند و هدهد آمد آشنا کرد و بلقیس آشنا شد با پیامبر خدا و با سلیمان و مراوده‌ای بود بینشان. بعضی میگویند که اول سلیمان آمد، توسط باد آمد به عراق از بیت المقدس، از آنجا آمد به یمن و با بلقیس ملاقاتی داشت و با او ازدواج کرد و 7 سال و چند ماهی مدت ازدواجشان طول کشید. عده‌ای هم گفتند که بلقیس رفت، بلقیس آمد آنچنان که در مثنوی هست، آمد و گاری های بسیار عظیمی و یک کاروان بسیار عظیمی که همه طلا و مکعب های طلا و شمش های طلا با خود می بردند، صدها
گاری از شمش طلا رو به شکل مستور آورد که به سلیمان هدیه کند. وقتی رسید هنوز، مولانا میگوید هنوز مثلا چند فرسخ مانده بود، دید که زمینی که راه میروند، جاده‌ای که هست، جاده پر از طلا هست و همه شرمنده شدند در پیشگاه سلیمان. گفت اینها رو بریزید، اینها جاده هایشان، اینها به جای خاک و سنگ طلا دارند در جاده هایشان، بنابراین این رو مثلا دور بیندازید. منظور حالا تمثیلی است، اگر هم واقعیت عینی خارجی نداشته باشد که مثلا به واسطه اجنه مثلا سلیمان از سلیمان این کار رو نکرده باشد، به هر حال حالت خاصی دارد. یعنی اینکه این طلاهای طاعات و عبادات ما که نزد حضرت سلیمان میبریم، این پای ملخی که به مو چون مور در دست گرفته ایم و طاعات ما را در پیشگاه خداوند میبریم، آن آبی که مانند آن اعرابی در مشک میبریم تا به خلیفه بغداد که در کنار دجله هست به او بدهیم، همه اینها نشان از این است که ما چندان هویت حقیقی نداریم. یعنی اینها در نزد پادشاه عشق به چیزی نمیارزد. گریه حافظ چه سنجد پیش استغنای عشق؟ حافظ هم فرمود که گریه حافظ چه سنجد پیش استغنای عشق. استغنای عشق به حدی است که او به گریه من احتیاج ندارد، به هیچ چیز دیگری نیازمند نیست. خب فرمود که نامه بنوشت در دو انگشت خط که انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. هدهد را پیک ساخت، هدهد رو گفت تو پیک من هستی، به رسولی، رسولی یعنی رسالت و فرستادگی، به رسولی از حضرت خیش به ولایت آن گمراهان فرستاد تا آن منقطعان بادیه تهمت را به نور مشعله هدایت از ظلمت زلالت برهانند. منقطع بادیه تهمت، منقطع یعنی رونده، بادیه یعنی صحرا، تهمت هم یعنی اینکه انسان راه غلطی بپیماید، در راه تهمت باشد. نمیگوید حالا در راه باطل، میگوید تهمت، اتهام باطل به اینها میشود زد. منقطع قطع هست، قطع یعنی راه رفتن، قطع همیشه معنای بریدن نیست و منقطعی که اینجا هست معنای بریده شدن نیست، در قرآن هم چنین نیست. خیلی از قطعهایی که در قرآن هست معانی دیگری دارد غیر از بریدن. شاید این همه کلمه قطعه و مشتقات قطع در قرآن آمده است، 37-8 بار شاید بیشتر آمده است، از بین اینها 2-3 مورد برای بریدن و جدا کردن است و یعنی بقیه مثل قطع سبیل، قطع راه. و اینجا هم که میگوید منقطع، قطع بادیه، قطع بادیه یعنی کسی که وارد یک صحرایی میشود و این صحرا رو تا آخر میپیماید و میرود. منقطعان بادیه تهمت یعنی آن بادی صحرای، آن صحرای تهمت رو تا آخر میروند. به نور مشعله هدایت، مشعله یعنی شعلگاه، چیزی که مشعل که شعله ای دارد که نور دارد، از ظلمت زلالت برهاند، از تاریکی زلالت و گمراهی برهاند و بلقیس را از دست تلبیس ابلیس به صحرای تحقیق و تقدیس آرد. بلقیس رو رها کند، از دست تلبیس ابلیس به صحرای تحقیق، تحقیق یعنی به سوی حقیقت رفتن، حق را دیدن و تقدیس و قدسی بودن و پاکیزه بودن و مطهر و منزه بودن بیاورد. یعنی خلاصه این که آنها را از راه بد به راه درست هدایت کنند. آن مرغک ضعیف به پر فر، فر یعنی شکوه، پر فر با پر شکوه بر اوج هوا طیران کرد، بر اوج هوا رفت، در ولایت زلالت شد، رفت به ولایت زلالت گمراهی.
بر گوشه کنگره ایوان بلقیس نشست. کنگره آن قسمت هایی است که در قلعه های قدیمی بوده که یک قسمت که برای تیراندازی سربازان در نظر می گرفتن، قسمتی بالاتر بود و قسمتی پایین تر که از آنجا دیدبانی می کردن، تیراندازی می کردن. کنگره آن قسمت های بالایی هست که آن قسمت های دندان مانندی که بر دور قلا می ساخته اند. بر گوشه کنگره ایوان بلقیس نشست، رحمی جست تا به حضرت بلقیس در رود. رفت آنجا، راهی میخواست که برود نزد بلقیس، به بلقیس برسد. روزنی دید، یک پنجره کوچکی دید، از خلوت خانه بلقیس به صحرا بازگشاده. رفت، چون مر بود هیچ کس دیگه جلوشو نگرفت، نگهبانان هم که نمیدانستند، هدهد یک مرغ کوچک است. رفت تا اینکه در قسمت اصلی قصر و در قصر اصلی و در خوابگاه بلقیس یک روزن بود، از اونجا رفت داخل. روزنی دید از خلوتخانه بلقیس به صحرا بازگشاده. بدان روزن در پرید، رفت و از آن روزن داخل خانه شد. بلقیس را خفته دید، دید که آن پادشاه بزرگ، آن ملکه بزرگ خوابیده است. نامه دعوت بر کنارش نهاد و به منقار زخمی بر سینه بلقیس زد. بیدارش هم کرد. او که خوابیده بود نامه رو گذاشت و بر سینه بلقیس یک منقار محکم زد و به نظاره در گوشه طاق اشتیاق نشست. طاق اشتیاق یعنی در اشتیاق بود، در آنجا نشست و که ببیند این بلقیس چه خواهد کرد. بلقیس از خواب در جست. خب بلقیس با آن ضربه‌ای که به سینه‌اش زد بیدار شد. لرزه بر وجودش افتاده که این که تواند بود که به چندین حجاب و دربند در آید و ما را به قهر زخم خیش بیدار کند. ترسید که خدایا این کیست؟ این همه من نگهبان دارم، هزاران نگهبان دارم، این چگونه؟ چه کسیست آمده است و آمده لطمه هم به من زده است، سینه مرا هم زخمی کرده است. خصمی عظیم باشد که به چندین ایوانهای حسین. حسین از حسن میاد، حسن یعنی قلعه، قلعه های استوار رو حسن میگن. حسین یعنی آن که استوار است و کسی نمیتواند داخل آن شود و در بندهای آهنین در گذرد. گفت ما دربند گذاشتیم، یعنی چیزهای درها رو با آهن بسته ایم، با زنجیرها بسته ایم، چه کسی توانست از اینها بیاید داخل؟ سر بر کرد و کسی را ندید، متحیر شد. نامه ای در دعوت مسلمانی دید بر کنارش افتاده. یک نامه رو دید، نامه را باز کرد، سطری دید نوشته، چشمش بر نقطه بای بسم الله افتاد. دلش در صمیم سینه میم شعله ای زد. در صمیم، صمیم یعنی داخل، درون. میگن فلان که صمیمیه یعنی اندرونی است، یعنی بیرونی نیست، در درون انسان هست، آنقدر صمیم است. در صمیم سینه میم، سینه ای که میم است، حال اینجا بسمه که هست، این میم، بسم الله الرحمن الرحیم، این میم که هست، میم رو معمولا برمیگردن، این با هم داخل آن میم بوده است. این با نقطه با رو دید که این میم رو که قبلا برمیگرداندن در حروف قبلی، در حقیقت این نقطه بای بسم الله در بین میم و داخل میم قرار میگرفته است. این رو میفرماید بر نقطه بای بسم الله افتاد. دلش در صمیم سینه میم شعله ای زد. آن نقطه رو که دید، آن نقطه بر او اثر کرد. کبک دلش صید باز ایمان شد. دلش که مانند کبکی بود، به واسطه باز ایمان که کبک ها را به راحتی شکار می کند، شکار شد. گفت آخر این نامه را پیکی بباید. گفت این نامه باید پیکی داشته باشه. این نامه از کجا آمده است؟
و رسانندهی باید باشد. و چشم را بمالید و گرد خانه نظر می کرد، نگاه کرد، ناگهان مرغ ضعیف دید بر گوشه طاق سرای نشسته. همه جا را نگاه کرد، دید که یک مرغی ضعیف هدهدی نشسته است بر کنار در. با خود گفت پیک این نامه این مرغ باشد، ای عجب پیکی بدین کوچکی و پیغامی بدین عظیمی. این پیک کسی که آمده این نامه رسان خیلی کوچکه اما پیغامش خیلی بزرگ است، چگونه این اتفاق می افتد؟ ای دوستان من، مراد من از سلیمان حضرت حق است و مراد از بلقیس نفس اماره و مراد از هدهد عقل است. حالا رمزگشایی کرد مولانا از قصه، فرمود آن سلیمان که میگویم همان خداست. بلقیس کیست که اینجا مثال زدم؟ نفس اماره تو هست که هی تو را به بدی وامی دارد و از ایمان دور میکند تو را. هدهد کیست؟ هدهد عقل است که خیلی ضعیف است. هدهد عقل انسان در برابر نفس انسان بسیار ضعیف است، اما اگر این عقل سخنی بگوید سخنش بسیار عظیم است، پیامی عظیم دارد ولی خود بسیار کوچک است. عقل هم پیامی عظیم دارد، عقل ما رو به سوی خداوند میخواند، به سوی خداوند ما رو باز میخواند. حضرت علی علیه السلام فرمود که انبیا آمدند تا اینکه ذخایر و دفائن عقول شما رو کشف کنند. عقل شما نمی رسید که با خدا همراه شوید. پیامبران آمدند تا به شما بگویند که در درون شما عقلی هست، به آن عقل توجه کنید. پیامبران اصلا برای این آمدند که به ما بگویند که عقلی در درون شماست، در درون شما حجتی است، این حجت رو گرامی بدارید، به این حجت توجه کنید. این حجت موجه آمده است تا به شما پیامی عظیم بدهد. خب فرمود مراد من از سلیمان حضرت حق است و مراد از بلقیس نفس اماره و مراد از هدهد عقل است که در گوشه سرای بلقیس، بلقیس نفس هر لحظه منقار اندیشه‌ای در سینه بلقیس می‌زند. هر لحظه منقاری می‌زند بر این نفس ما، یه تلنگری به ما می‌زند، هی حرکتی میکند این عقل ما که چنین کن چنان نکن، و این بلقیس نفس را از خواب غفلت بیدار میکند و نامه بر او عرض میکند. نامه الهی رو، نام الله رو بر او عرضه میدارد. بنابراین عقل میآید و این نفس رو هر لحظه بیدار میکند تا بیدار شو و دولت الهی را ببین. طلب عاشقان خوش رفتار، طلب نیکوان شیرین کار. طلب کنید ای عاشقانی که رفتارتان خوش است. عاشق البته رفتارش خوش است همیشه. کسی که عاشق شده است با خودش رفتارش خوش است، با دیگران هم رفتارش خوش است. کسی که میبینید با سختی و با تندی با دیگران برخورد میکند، بدانید که عاشق نیست. عاشق وقتی عاشق شد او خوش رفتار است، با همه به نیکی مهربانی رفتار میکند و طالبان معشوقش را از جان گرامیتر میدارد. طلب ای عاشقان خوش رفتار، طرب ای نیکوان شیرین کار. عاشقان شیرین کار هم هستند، کارهای شیرین میکنند و نیکو هم هستند و بایستی چون نیکو هستند و شیرین کارند باید طرب داشته باشند. اینها همیشه باید شاد باشند عاشقان. تا کی از خانه هین ره صحرا، تا کی از کعبه هین در خمار. تا چه زمانی در خانه بنشینی؟ راه صحرا را بگیر، بیرون بیا از خانه، ببین چه خبر است، ببین در جهان چه خبر است، چرا خانه نشین شده ای؟ منظور از خانه چیست؟ خانه خانه بدن است، خانه تن است که به صحرای وجود درآ. تا کی از کعبه هین در خمار، تا کی میخوایی به دنبال در کعبه باشی؟ در خمار هم هست، یعنی خود کعبه مهم نیست، آن خماری که آن کعبه را دارد است و اینکه آن کعبه به واسطه
آن خمار است که کعبه هست، به واسطه وجود خداوند است که شراب عشق و معرفت رو میدهد. بنابراین کسی برود و حج کند اما جز سنگ و چوب چیزی نبیند، این که اصالتی ندارد. از ابراهیم عتم نقل است که میگوید یک بار رفتم و در کعبه، خانه کعبه را دیدم اما خدا را ندیدم. برگشتم گفتم من خانه را میخواهم، چه کار، من خود خدا را میخواهم، رب البیت را میخواهم، با بیت مرا چه کار است. بعد میگوید یک بار آمدم و خانه خدا را دیدم و خدای خانه را دیدم، خانه را ندیدم. آن هم روزی بود. یک روز هم رفتم، باران عظیم گرفته بود، هیچ کس نبود در طواف، من رفتم تنها بودم. آنجا هم خانه را دیدم، هم خانه خدای را دیدم، خدای خانه را دیدم. و مباحثی از این قبیل که شما آشنا هستید با رفتار و روش عرفا نسبت به مکه و نسبت به این که کدام اصالت دارد، هستیست یا نیستی. میگویند که کسی رفت دنبال رابعه و گفت که به رابعه گفت که 200 دینار پول دارم، میخواهم بروم به کعبه به سفر حج. رابعه هم گویا در بصره بوده است، در بصره میخواست برود به سفر حج. رابعه گفت که آن را بده به من، پول را بده به من. از مریدان رابعه بود، 200 دینار رو، 200 سکه طلا دینار رو داد به رابعه و رفت. برگرد خانه ات، گفت بده به من، برگرد خانه. او هم رفت به خانه خودش. آن وقت که معمولا یک سال طول میکشید وقتی میرفتند و میامدند، 3-4 ماه رفتن و اونجا مقیم می شدن، 2-3 ماه و بعدش برمیگشتن، حدود 1 سالی طول می کشید. این نرفت، رفت پیش خانوادهش و سال بعد که این کسانی که او با آنها همراه بود، با حاجیان دیگر می خواست برود حج، با آنها برگشتند. مثلا اسمش هرچه بوده است، گفتن حاج فلان که از تو چرا اصلا توجهی به ما نکردی، چرا به ما اصلا توجه نکردی؟ گفت چطور، من اصلا نیامدم، من رفتم پولم را دادم به رابعه، اصلا من حج نیامدم. گفت نه دیگه، این رو نگو، تو آنجا بودی، از همه ما رفتیم در عرفات، تو رو جلوتر از خودمان دیدیم، در مشعر بودیم، در منا بودیم، در طواف بودیم، در رمی بودیم، در همه جا ما تو را جلوتر از، وقتی می آمدیم به تو برسیم، حال احوالی از تو بپرسیم، میدیم تو جلوتر از ما رفته ای. چرا، چگونه این حج را به دست آوردی؟ این گفت، حالا این به نظرش آمده نفر دوم و سوم و به قول معروف تا چند صد نفر گفتن که ما تو را دیدیم. آمد پیش رابعه، گفت این چه قصه هست ای رابعه، به من بگو، من که حج نرفتم، اینها مرا آنجا چگونه دیدم؟ گفت میدانی من این پولی که دادی به ده ها مستمند دادم، این پول ها رو، کسانی که پولی نداشتن، به آنها گفتم دعا کنن که حج تو قبول شود، دعا کنن که تو حج مقبول داشته باشی، تو حاجی حقیقی باشی. آنها همین است، تو را دیدند و حقیقت هم همین است، به خاطر اینکه اینها به رابعه میگویند چرا حج نرفتی؟ گفت من چرا حج بروم؟ برای چه حج بروم؟ من هرچه پول داشته باشم این رو در راه خدا میدهم، من پول اضافی ندارم که بروم حج. ثانیاً در آنجا که هست، آن خانه که هست، یک بار خدا در اون آن نرفته است، یعنی در خانه کعبه یک بار خدا داخل آن نشده است، با همه وجود داخل آن شود، چون اگر داخل آنجا شود دیگر نسبت به جاهای دیگر احاطه نخواهد داشتیم. و این دل من یک بار خدا از آن بیرون نرفته است،
یک بار خدا داخل آن کعبه نرفته است؟ چون محدود می شود دیگه، اگه داخل مکان شود، خداوند اگر داخل مکان شود محدودیت پیدا می شود، درسته؟ حلول اتفاق می افتد. خدا که داخل جایی نمی رود، خدا که در مکان قرار نمی گیرد که، درسته؟ فارغ از مکان است، خداوند فارغ از زمان است، زمان و مکان آفریده اوست، او متحیز مکان نیست، متحیز زمان نیست، طبق اصول اعتقادی ما چنین است. خب خداوند تحیز مکانی ندارد، در جایی تحیز پیدا نمی کند، در جایی تجلی می کند، اما در آنجا وارد نمی شود، از آنجا خارج نمی شود. این خدا چون فارغ از همه این هاست، در مکان و در زمان نیست، خداوند بر مکان و بر زمان هست، برتر است از اینها. بنابراین میگوید که آن خانه‌ای که هست یک بار خدا درش در داخلش نرفته است، و این خانه که من دارم، خانه دل من، یک بار خدا از آن بیرون نرفته است. کدام یک شرافتش بیشتر است؟ کدام یک عظمتش بیشتر است؟ و اینجاست که حضرت رسول هم فرمود المؤمن اعظم و حرمتا من الکعبه، مؤمن حرمتش از کعبه برتر و بالاتر است. و دلی که حرمت الهی و احترام الهی را نگه دارد، آن البته برتر از کعبه عظیم است، آن کعبه که آن عالم قدس است و نشانه ای از عالم قدس است و عظمتش در جای خود. این کعبه دل، آن کعبه گل رو البته پشت سر نهاده است، و با این کعبه دل میتوان کارها کرد که در آن کعبه دل نمیتوان چنین کرد. اینجا رأی معشوق رو به دست می آوری، عشق معشوق رو به دست می آوری و با او همراه و همگن می شوی. خب فرمود ای دوستان من، مراد من از سلیمان حضرت حق است، و مراد از بلقیس نفس امار، و مراد از هدهد عقل است. بعد فرمود طلب عاشقان خوش رفتار، طلب نیکوان شیرین کار، تا کی از خانه هین ره صحرا، تا کی از کعبه هین در خمار. تا کی به دنبال کعبه هستید؟ بروید دنبال خمار. خمار چه میکند؟ شراب عشق را میپیماید که کعبه دل را آماده میکند برای دیدار حضرت معشوق. در جهان شاهدی و ما فارغ، در قدح جرعی و ما هوشیار. میگه در جهان یک شاهد باشد، یک شاهد یعنی زیبارو، در جهان یک شاهد زیبارو باشد و ما فارغ باشیم. در جمال این شاهد زیبارو نگاه نکنیم. ما چگونه میتوانیم از جمال شاهد اصلی غایب باشیم؟ و شاهدم و مشهود، در قرآن هم فرمود شاهدی است که مشهودم هست، خداوندی است که شاهد است و در این حال مشهودم هست، مورد شهادت هم واقع میشود. ما میگوییم اشهد ان لا اله الا الله، این همه مشهودیت الهی است و آن شاهدیت است. شاهد معنای خوبرو و نیکو روی هم هست. میفرماید در جهان شاهدی باشد ما فارغ باشیم، مگر میشود انسان یک جایی باشد، یک زیبارویی باشد، تمنایی نکند آن زیبارو رو، او رو نخواهد ببیند. در جهان خدایی باشد و ما فارغ از خدا باشیم، دور باشیم از او. در قدح جرعی و ما هوشیار، در قدح یک جرعه می عشق باشد و ما هوشیار بمانیم، آن می رو می نوشیم تا اینکه سرمست شویم. زین سپس دست ما و دامن دوست، زین سپس گوش ما و حلقه یار. بعد از این دست ما هست و دامن دوست، از دامن دوست میگیریم، رها نمی کنیم. زین سپس گوش ما و حلقه یار، بعد از این گوش ما و حلقه ای که یار بر گوش ما می اندازد. حلقه ای که می انداختن معمولا به گوش غلامان و کنیزان حلقه ای می انداختن و در آن حلقه می نوشتن که این صاحبش کیست. این حلقه رو در نمی آوردن، یا به گردن می زدن، یا به
آرنج رو با دستشان میزدند، این حلقه ها رو که نشان دهنده برده بودن اینها بوده است. میگوید بعد از این گوش ما و حلقه یار، یار بیاید و حلقه ای بیاید، یعنی ما رو غلام خود بکند و هرچه او بگوید ما به آن گوش فرا خواهیم داد. زین سپس گوش ما و حلقه یار، خیز تا زاب روی بنشانیم گرد این خاک توده قدار. خیلی زیباست. میگه بلند شو تا اینکه این خاک توده قدار، توده یعنی پی در پی پشت هم آمده و فراهم شده، جمع شده، انباشته شده. قدار هم یعنی قدر، یعنی حیله، کسی که با حیله‌گری کاری انجام دهد. خاک توده قدار یعنی این جهان، خاک جمع شده و قدار است. این جهان و این زمین قدار است و فریبا هست، می فریبد انسانها رو. و خیز تا زاب روی بنشانیم، این گردی که در این عالم برخواسته است، گرد هستی را به وسیله آب روی من یا آب روی من بنشانیم، آب بزنیم تا اینکه این گردهای این دنیا بخوابد. یعنی چه؟ یعنی از همه این سر و سری که در این جهان است، در این دنیای مادی هست، از اینها خودمان را برهانیم. یعنی حالت این جهان رو و این زندگی رو به کناری بگذاریم و با آب عشق این گردها را فرو بنشانیم و بتوانیم در فارغ از گرد و خاک این دنیا، فارغ از گرد و خاک این مادیات زندگی کنیم، زندگی حقیقی داشته باشیم. وگرنه این مادیات همیشه کارش جز گرد و خاک چیز دیگری نیست. ترک تازی کنیم و در شکنیم نفس زنگی مزاج را بازار. ما ترک تازی بکنیم و بشکنیم نفس زنگی مزاج. مزاجش زنگی هست. زنگی یعنی آن از زنگبار است، کسی که آن برده هایی که از زنگبار می آمدن، سیاهانی که بسیار سیاه بودند و از زنگبار و از حبشه به قول معروف می آمدن و می فروختن در جهان اسلام این زنگیان رو. می گوید که این نفس روسیاه هست، نفس مانند آن زنگی روی روسیاه هست، ما رو هم روسیاه می کند. بازار این نفس را باید بشکنیم. این نفس خیلی بازارداری میکنه. یعنی چه؟ ای خرید میخرد و میفروشد، هوای نفس میخرد و میفروشد به ما. ما باید کساد کنیم بازار این نفس را و نگذاریم که او هرچه میخواهد به ما بفروشد و هرچه میخواهد از ما بخرد. هویت من را، اصالت من را، جوانی من را و عزت من را از ما میخرد و به جایش زشتی و بدی و گمراهی به ما میفروشد. نباید چنین کنیم. ترک تازی کنیم و در شکنیم. ترک تازی یعنی ترکان چون سفید رو بوده اند از اول، ترکان از لحاظ نژادی سفید رو بودند، در برابر زنگی قرار داشتند که اینها خیلی سیاه بوده، سیاه پوست بودن، اینها سفید پوست بودن. و در این حال ترک ها به شجاعت و شهامت و استواری مشهور بودند و اگر یک مثلا لشکری چند نفر ترک در بیان خود داشت، اینان حتما از فرماندهان آن لشکر بودند و از بیباکان آن لشکر بودند که اینها می توانستند بدون ترس و واهمه و با شجاعت تمام بر دشمن حمله برند. ترک تازی از آنجا آغاز شده است. ترک تازی دو معنی دارد. یکی ترکانی که می تاختند و بر دشمنان می تاختند، بر دشمنان حقیقت و می جنگیدند. یکی هم ترک به معنای مطلق زیبا روی، مطلق زیبا، اون که می گوید مثلا هر جا که گفتند اگر آن ترک شیرازی به دست آورد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را، آن ترک منظورش ترک به مفهوم مطلق زیبارو بوده است. ترکان چون خیلی زیبارو بوده اند، از این جهت مطلق زیبارو در ادبیات فارسی
به ترک اطلاق می شود. اگر کسی بگوید فلان کس ترک است، نه این که ترک است بلکه زیبا روح است، به این مفهوم به کار برده شده است. پس ترک تازی دو معنی دارد. یکی این که ترک تازی این که شجاع است و حمله برد و برود صفها را بشکند. یک ترک تازی هم این است که آنقدر زیبا روح است که وقتی هر جا می برد لشکر دلها را فتح می کند. فاتح لشکر دلهاست این زیبا روح به هر جا که می رود. از این جهت بیان هم ترک تازی گفتند. دو مفهوم رو اینجا فرصت بود من این رو عرض کردم. ترک تازی کنیم و در شکنیم نفس زنگی مزاج را بازار، و نفعنا الله و خداوند منفعت بدهد ایانا به ما و ایاکم و به شما. ایانا و ایاکم صفات مفعولی هستند. و صلی الله علی نبینا محمد و آله اجمعین، و درود خداوند بر نبی من حضرت محمد صلوات الله علیه و آله اجمعین و بر آل حضرت ایشان. ان شاء الله از جلسه بعد آن مجلس سوم را ان شاء الله به لطف الهی آغاز می کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.